امروز در خدمت شما همراهان و علم آموزان کانال هستم با ختم آموزشی مبتدیان علوم غریبه از مجموعه راه میانبر رایگان که دیشب در لایو اون رو به عزیزان قولش رو داده بودم. با من در ادامه همراه باشید تا در مورد مسائلی و همچنین این ختم آموزش بدم و صحبت بکنم. با نام و یاد حضرت دادار پایدار و با درود و عرض احترام خدمت تک تک شما گرامیان، همراهان، علم آموزان، عزیزانی که ما رو به همون لطف دارن، حمایت میکنن، سپاسگزارم از شما. امیدوارم در هر کجایی که هستید تنتون به دور از ناز طبیبان و همواره در صحت و تندرستی و بهی باشه، به دور از کجی و کاستی. یک مطلب رو بارهای بار عزیزان تکرار کردم، برای اینکه بتونید در زندگی شخصی و همچنین در راه علوم غریبه به درگاه های نور برسید عزیزان، بارها گفتم به پدر و مادر، به بزرگان، به متسپیدان، به کودکان احترام بکنید، برای کودکان سرلوحه‌ای باشید که به بزرگترهاشون احترام بکنن و این فرهنگ قدیمی ما ایرانیان باستان رو، فرهنگ ایران شهری باستان رو آموزش بدید دوباره و بزرگترین نعمت هست عزیزان. سپاسگزارم از همه شما دوستانی که به ما لطف دارید، به ما محبت دارید و کانال رو حمایت میکنید عزیزان. بنده برای اولین بار دیشب لایو گذاشتم و خب عزیزان با توجه به اینکه ساعت خیلی دیر وقت بود اومدن لطف کردن، حمایت کردن، در لایو حضور داشتم. خب عزیزانی که با ما بودن سوالاتشون پاسخ داده شد با توجه به اینکه خب وقت لایو گذشته بود و لایو خود به خود قطع شد. عزیزان دو مطلب هست برای کانال من عرض بکنم. یک، حتما لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. حتما برای 3 تا 5 نفر کلیپ ها رو شیر بکنید عزیزان، این عزیزان رو به کانال دعوت بکنید. کلیپ هایی که تبلیغاتی هست بر روی کانال حداقل هر کلیپ را عزیزان به اندازه 30 ثانیه اگر نمایش داده بشه شما نگاه بکنید و رد نکنید، کمک بسیار بزرگی به کانال خواهد شد در جهت بار مالی کانال که متاسفانه بار مالی کانال زیاد هست عزیزان و بنده هم با دغدغه کمتری اون موقع در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اونایی که از داخل ایران میتونن به کانال کمک بکنن، هر چند هر چیزی اصلا مهم نیست و وظیفه‌ای هم کسی نداره، هر کی لطفی بکنه لطفش بر روی چشم هست، میتونه به شماره کارتی که در کانال تلگرام و همچنین در اینستاگرام موجود هست واریزی داشته باشه و عزیزانم در خارج هستن میتونه از طریق لینک پیپل و همچنین خرید گزینه تنکس و یا استیکر این کار رو برای کانال انجام بده. سپاسگزارم و همین قطره قطره ها جمع گردد وانگهی دریا شود برای کانال بسیار خوبه. عزیزان من دیشب در لایوی که داشتم در مورد سوالات شما پاسخ دادم. عزیزان حتما لایو رو ببینید، حتما الان برید همزمانی که با این برنامه رو دیدید لایو رو هم برید ببینید. بنده سعی میکنم که حداقل در هفته حداقل یک مرتبه لایو داشته باشم که در اون خیلی مسائل رو مطرح کنیم. متاسفانه کانال های علوم غریبه‌ای که در اصطلاحاً یوتیوب هستند همچنین در اینستاگرام لایو و پرسش و پاسخ ندارند و این مزیتی هست برای کانال ما که البته بنده خداوند میدونه و شما هم میدونید که هیچ موقع کمی کاستی سعی نکردم بذارم برای دوستان تا اونجایی که بوده. برای کلاس ها و اینها هم در لایو صحبت کردم. برای خرید عزیزان حالا چاقوی مندل نیاز داشتن و انگشترهای اصطلاحاً خاتمدار و کریستال هایی که بتونن ازش برای منادل و اینها استفاده بکنن یا در طول زندگی بتونن ازش استفاده بکنن و اینها، به ادمین تلگرام، ادمین واتساپ و ادمین اینستاگرام پیام بدید. عزیزان یک چیز رو هم قول داده بودم که این عزیزان دیشب از ما خواستن و من هم گفتم چشم، ختم ورود هست، ورود به عالم ماورا. خب من دیشب در مورد مدیوم ها که هر کسی که مدیوم هست چه وظیفه‌ای داره و باید اینو چه جوری بدونید یه مقداری صحبت کردم، ان شاءالله در لایو بعدی هم صحبت خواهم کرد. در مورد این ختم من بهتون آموزش رو بگم. این ختم عزیزان هم خانم ها هم آقایان خب میتونن استفاده بکنن، منتها خب خانم ها معمولا به دلیل اینکه من در لایو هم گفتم
عزیزان، اون ختومی که نمیشود منقطع کرد، یعنی اونها رو شکست در اونها ایجاد کرد در یک فاصله زمانی، به دلیل اینکه خانم‌های گرامی در حالت طبیعی بدنشون یک ساعتی دارن که ماهیانه یک تایمی رو یک کارهای نمیشه انجام بدن، این ختومی که در کانال میگذارن بعضی از خانم‌ها نمیتونن به اون واسطه کار انجام بدن. این ختم رو بنده یک جوری در نظر گرفتم که خانم‌ها هم حداقل بتوانند استفاده کنن. خب حالا در مورد این بریم من توضیحات و آموزش رو بدم عزیزان. و مطلب دیگه ای که من قبل از اینکه یادم نره به دوستان بگم، عزیزان من بارها گفتم که عزیزان هی سوال کرده بودن که اون بسته راه میانبر اصلا خریدنی به چه صورت هست. من اگر یادتون باشه بسته مقدماتی عزیزانی که پیش ثبت نام کردن درصد تخفیف خوبی براشون گذاشتم، در این بسته هم 25% تخفیف گذاشتم. عزیزانی که میخوان پیش خرید بکنن و از این 25% تخفیف فعلا شاید در زمان فروش بیش از 50% تخفیف داده بشه، معلوم نیست، ولی این 50% رو در زمان تخفیف دیگه، در زمان ارائه دیگه نداریم، یعنی بسته با قیمت واقعیش عرضه خواهد شد. شما میتونید از الان بسته رو پیش خرید بکنید دیگه، در اون زمان از قیمت خیلی خوبی الان بهره مند شده باشید. این هم در مورد این که یادم نره به دوستان پاسخش رو داده باشم. خب عزیزان، شما برای اینکه این خط رو انجام بدید نیاز هست از ابتدای ماه قمری شروع به کار نمایید. منتها مطلبی که اینجا هست، من باید این مطلب رو به شما بگم. قبل از این که این عمل رو اولش رو شروع بکنید عزیزان، شما باید 7 روز ترک حیوانی نمایید. 7 روز ترک حیوانی. اون عزیزانی که خب حیوانی نمیخورند و مثلا گوشتی، ماستی، تخم مرغی این مسائل رو نمیخورند، اونها دیگه تکلیفشون مشخصه و به قول عزیزان گیاهخوار هستن، ویژیتریان هستن و علفخوار یعنی گیاه میخورن، دیگه اونها تکلیفشون مشخصه. ولی بعضی عزیزان که حالا این رو استفاده میکنن، 7 روز ابتدا باید قبل از شروعش این کار رو انجام بدن. عزیزان بارها گفتم که نیاز به پاکسازی داشته باشید، اگر نیاز پاکسازی داشته باشید حتما قبل از خط، قبل از ختوم و دعوات انجام دهید، یا حالا کسی براتون انجام بده، استاد عامل یا خودتون، دیگه اون رو خودتون میدونید چه تصمیمی بگیرید، ولی انجام بدید. بارها گفتم اگر این مسائل رو داشته باشید ختمتون ناقص میمونه و نمیشه جز اینکه گره دیگه به زندگیتون بندازه. هفته اول یا دوم ماه قمری میتونید شروع بکنید. حالا هفته اول بهتر است عزیزان، هفته اول اگر باشد بهتر است، اگر هفته دوم هم شد مشکلی نداره. فقط عزیزان یادتان باشد قمر در عقرب نباشد. عزیزان قمر در عقرب نباشد، این بسیار بسیار مهم، برای اینکه بتونید از روحانیت قمر و انرژی قمر یعنی همون ماه خودمون استفاده بکنید. بسیار خوب، مطلب بعدی که اینجا شما باید بدونید چه هست؟ مطلب بعدی این هست که عزیزان این ختم رو من آسون گرفتم، یعنی آسون که سعی کردم تا جایی که میشه تسهیلش بکنم. نیاز به اتاق مخصوص ندارد، چون الان هم زمستان هست و هوا بسیار سرده، شاید در تابستان شما بتونید برید در یک بیابانی در یک جایی بشینید کارتون رو انجام بدید، ولی الان نمیشه، نه روی بالکن میتونید برید بشینید، نه روی پشت بوم میتونید برید بشینید. خیلی مهم هست عزیزان، در این خط نیاز به اسراف عمار دارید. من در مورد عمار صحبت کردم، 2 برنامه گذشته در مورد عمار اصلا مخصوص صحبت کردم و اون کلیپ رو برید ببینید. البته من میگم که برای کانال بگذارن و اون رو حتما نگاه بکنید و دانسته های اون رو انشالله به ذهنتون بسپارید، اون چیزی که در اونجا هست رو جز دانسته های خودتون قرار بدید. خب این تا اینجا، این ختم عزیزان بخور
استارت دارد، یعنی بخور شروع. شما بعضی بخورها بخور شروع هستند که این رو کسی بهتون نمیگه و بعضی بخورها بخور روند هستند. در مورد بخورات هم یک برنامه مفصل و مجزا، شاید هم یک لایو گذاشتم انشالله، در اونجا صحبت کردیم. منتها بدونید که بخورها خاصیت‌های خاصی دارن و کارهای خاصی انجام میدن. بسیار خب، بخوری که برای استارت این عمل نیاز دارید کندر به اضافه برگ گل محمدی است. فقط زمانی که میخواید ختم رو انجام بدید یه مقداری دود میکنید و در محدوده‌ای که میخواد بشینید یه دور و بر خودتون یا اون محدوده، حالا سجاده یا چیزی، به هر دین و آینی هستید، من اصلا کاری ندارم عزیزان، عزیزان پیروان حضرت زرتشت هستید، پیروان حضرت کلیم الله هستید، پیروان حضرت روح الله هستید، پیروان حضرت ختمی مرتبت هستید، پیروان هر دین و آینی هستید، اینجا علوم غریبه است، اینجا ربطی به دین نداریم، ما اصلا کاری با دین نداریم عزیزان. درسته اینجا آیات قرآن هست، ولی آیات قرآن ما به دین نگاه نمی‌کنه، به اون بعد دیگه‌اش نگاه می‌کنه. یادتون باشه عزیزان. خب مطلب بعدی این هست که شما عزیزان حتما خانم‌ها باید در زمان غیر طبیعی، غیر اون زمان طبیعی باشید، چون خیلی ها میگن نمیدونم مریضی و اینها، من اصلا با این واژه ها مخالفم. بنده نظرم این هست که اون زمان طبیعی، بدن در حالت طبیعی خودش هست و در این زمان طبیعی نباید باشید، اون زمانی که در ما حالت طبیعی زنان هست و باید از اون زمان گذشته باشید و ختم رو شروع بکنید. مردان که دیگه، آقایان ببخشید، آقایان که دیگه حالتشون جدا هست. خب عزیزان، صبح قبل از شروع عمل حتما غسل و نیت انجام دهید. حتما، این رو بارهای بار در موردش گفتم، این که شما قبل از این که بخواید عملی رو انجام بدید یک غسل میکنید. غسلش هم منظور غسل اسلامی و اینها به اون صورت، میدونید که از نیروی انرژی آب استفاده بکنید که نیت عمل رو، این ختم رو میخوام انجام بدم قربت الله و این قصر رو انجام میدم، انرژی شما، یا حتی با آب صحبت بکنید، ای آب این رو برای من جذب بکنید، انرژی رو، و انرژی من رو صدها برابر قدرتمندتر به کائنات ببر. این خیلی خیلی مهمه. خب مطلب بعدی که باید بدانید و بسیار بسیار مهمه، لباس عمله. لباس عمل برای خانم ها و آقایان، یا برای بانوان بهتر بگیم، بانوان و کدبانها، بذارید ایرانی صحبت بکنیم دیگه، پارسی صحبت بکنیم، برای بانوان و کدبانها یا همون آقایان فرق میکنه. شما برای اینکه بتونید این رو انجام بدید نیاز به لباس چی دارید؟ سپید دارید. عزیزان یک شالبندی رو من همیشه مثال زدم، شالبند سبز. نگاه بکنید یک پارچه سبزی رو تهیه بکنید به اندازه دور سرتون یه ذره بلندتر که بتونه از پشت گره بزنید. یک پارچه کوچیک، یک ببخشید کاغذ کوچیک سپید رو اینجا آماده میکنید به اندازه که فاصله بین دو ابروتون باشه و آیه کشف. آیه کشف چه آیه هست؟ در سوره قافه، آیه فکشفنا انک غطاک فبصرک الیوم حدید. حدید، این آیه رو در سوره قاف هست. این رو باید با حبر روحانی در اونجا بنویسید. عزیزانی هم که الان من حبر روحانی گفتم یادم اومد، عزیزانی هم که برای حبر روحانی درخواست داده بودن، عزیزان بنده باید این رو تهیه بکنم بعد برای شما عزیزان ارسال بشه، چون حبر روحانی تهیه کردنش من در کانال هم توضیح دادم. عزیزانی که میخوان آماده شده بنده تهیه بکنم، باید چند روزی صبر داشته باشن تا این تهیه بشه و آداب داره، باید آدابش رعایت بشه. خب این رو به همین صورت که نوشتید در ختم به پیشانیتون میبندید، به همین صورت که نوشتید، برعکس نمیکنید، چپ رو نمیکنید، باید به همین صورت که نوشتید به پیشانیتون بچسبه. بعد اون که خب ختمتون تمام شد دوباره باز میکنید عزیزان، چیکار میکنید؟ میذارید کنار، لای قرآن دوباره همون سوره قاف میذارید، دوباره موقعش برمیدارید. خب حالا ختمش چه هست؟ اینها رو متوجه شدید، لباس تو سپید رو هم فهمیدید و متوجه شدید که نیاز به اتاق خاص هم نداره. خب در پشت
هر نماز، حالا در پشت هر عبادتتون با هر دین و ادیانی هستید، ساعت عبادتتون. عزیزانی هم که گفتم ما نماز نداریم، در تایمی که اذان پیروان حضرت ختم مرتبت هست در اون ساعت عمل رو انجام بدید. در پشت هر نمازتون عزیزان میبایست ابتدا سر به سجده بگذارید. در سجده اول یک سجده سر به سجده میگذارید، 40 مرتبه میگویید الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. این از اولش. پس در سجده اول الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. در سجده دوم دوباره 40 مرتبه چی میخونید؟ میگویید که استغفار مخصوص. این استغفار مخصوص عزیزان معجزه میکنه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الی. این هم در سجده دومتون 40 بار اون و 40 بار این. بعد که سرتون رو از اصطلاحاً سجده برداشتید عزیزان، 7 مرتبه چی میخونید؟ سوره و شمس. بعد سوره و شمس رو که خوندید عزیزان، به کف دو دستتون، این که دو دستتون هست، به این صورت کنار هم گذاشتید، در اینجا کف دستاتون رو به اینجا هاتون فوت میکنید، دم میکنه، چوف میکنه و بر روی از پیشانیتون میکشید تا به روی قلبتون، یعنی چاکرای چارمتون قشنگ. بعد این ختومه بعد از نمازتون. حالا بعد از عشاء در نیمه شب، در نیمه شبتون عزیزان هر شب تا نگاه بکنید، شما این ختم رو 2-14 روز باید ادامه دهید. حالا می توانید 2-21 روز کنید. اگر زمان طبیعیتون به تایمی افتاد که شما میتونید 2-21 روز بکنید، اگر نه 2-14 روز مشکلی نداره. هرچی این ختم رو قدرتمندتر ادامه بدید بهتر است. مطلب بعد این هست که بعد از عشاء خب وضو میگیرید و دوباره رو به قبله، قبله پیروان حضرت ختم مرتبت میشینید. و حالا فرقی هم نداره عزیزان، 2 زانو 4 زانو که اینها رو قبلا پرسید مشکلی نداره. فقط عزیزان یادتون باشه تحسین حتما بخوانید و اسراف حتما. این که من گفتم اسرافو، اسراف بعد از نمازاتون نمیخواد بخونید، ولی در زمانی که بعد از عشاء میخواد در نیمه شب عمل رو انجام بدید باید اون رو بخونید. خب ابتدا 7 مرتبه سوره چی میخونید؟ قدر. بعد اینکه 7 مرتبه سوره قدر رو خوندید، 21 مرتبه سوره الحمد میخوانید. بعد از اون میرید سراغ چه عزیزان؟ میرید سراغ سوره قاف. 1 مرتبه سوره قاف. بعد از سوره قاف 1 مرتبه یاسین. سوره یاسین عزیزان چی داره؟ سوره یاسین 7 مبین. در هر مبینی که شما خوندید عزیزان 21 مرتبه چی میخونید؟ آیت الکرسی. منتهای آیت الکرسی رو به چه صورت میخونید؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم شو 3 مرتبه هی میگید و 1 بسم الله الرحمن الرحیم. 1 بسم الله الرحمن الرحیم. و عرض کردم که الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. 1 بسم الله و 21 مرتبه این رو در هر مبین به همین صورت. بعد از اینکه 21 مرتبه تون تموم شد این دعا رو میخونید، اللهم یا حی یا قیوم یا عالم بكل سر والخفیات الهی انت الرب و انا العبد یا کاشف الحجاب، یا کاشف الحجاب اکشف حجاب الغفلت
ان عینی و ان قلبی حتی انظر الى الملکوت السماوات والملائکه به حق انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللهم یا حی یا قیوم یا عالم بكل سر والخفيات انت الرب وانا العبد يا كاشف الحجاب اكشف حجاب الغفله عن عيني وعن قلبي حتى انظر الى الملكوت السماوات والملائكه بحق انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. در کف دستاتون میدمید و از بالای پیشانیتون میکشید تا روی قلبتون. عزیزان و دوستان، این خط نه تنها که سرعت بالا، اصطلاحاً سرعت باز شدن درگاه‌های اصطلاحاً دریافت و داد انرژی شما رو بالا میبره، بلکه باعث گشایش بسیار زیاد در زندگی شما می شود. این رو اصلا شک درش نکنید. و عزیزان، من قبل از اینکه کلیپ رو تمام بکنم این مطلب رو هم بهتون بگم که این رو حتما از شبی که دارید شروع کردید بخوندن، بعد از شب هفتم، دهم، دوازدهم به اون طرف ببینید در رویاهاتون چه چیزی می بینید. باز هم دارم میگم اگر نیاز به پاکسازی دارید اول پاکسازی بکنید، وگرنه ممکنه در ابتدای ختم دچار مشکلاتی شده باشید که من قبلا در موردش صحبت کردم. عزیزان، دوستان، کانال رو حمایت بکنید. اگر اصطلاحا سوالی هم دارید در لایو ها باشید. سعی میکنم بنده لایو ها رو بیشتر باشه که براتون بیشتر سوالات شما رو پاسخ بدم. عزیزانی هم که میخوان اصطلاحا چیزی سفارش بدن، من برای تا الان تا 48 ساعت آینده در مورد چیزهایی که در کانال هست، مثل انگشترهای خاتمدار و کریستال هایی که موجود هست و خاتم حکاکی میشه بر روش، و همچنین چاقوی مندل و بقیه چیزها، تخفیفی رو ارائه کردم تا 48 ساعت آینده. برای عزیزانم که میخوان پیش ثبت نام بکنن و پیش خرید بکنن بسته راه میان برو، میتونن تا 48 ساعت آینده از این تخفیف بهره مند بشن و بقیه آنچه که در کانال موجود. عزیزان، این رو هم به خاطر اون عزیزانی گذاشتم که دیشب برای اولین بار در لایو حضور پیدا کردند، و این هم هدیه اون عزیزان و شما همراهان کانال. عزیزانی هم که چیزی سفارش داده بودن و اینها، نگران نباشید، از فردا اون چه عقب افتاده است بهشون انشالله براشون ارسال میشه. باز هم پوزش به خاطر اینکه مقداری دیر شد، و شما کاملا حق دارید. سپاسگزارم از همراهی شما با کانال. در پناه حضرت حی باشید و دادار پایدار تا برنامه آینده. یارو یاور شما.